فوتبال ایران از این لحظه سوت میخوره به نوعی نیم فصل ما باید به اتمام برسه و سفیدهای میهمان که از شاهین بوشهر هم هستن باید کار خودشون رو آغاز بکنن. بازم بازیکن استقلال صاحب توپ هستن، پس امتیاز این بازی حساس رو میخوان. دیاباته داخل محوطه، دوباره خود دیاباته، خبری از پرچم نیست، کار دنبال میشه، آفساید نبوده و ضربه زده میشه. حالا وریا غفوری روی پای راستش یه پاس کاتبکی رو بیرون و مدافعان تیم شاهین توپ دور میکنن. خط محوطه جرمه، سوت داور، حرکت میکنه نجفی به سمت چارچوب میزنه نجفی ضربش رو و حالا کورنر واسه شاهین چرخداری بوشه. لال ضربه که اونجا زده میشه به حسین حسینی تو بود اختیار داره، معتقدن بکنم خطه هند باید گرفته میشد، کار دنبال میشه با بهمن سالاری به شدت معترضه. خطای بتر از این هندتر رو دیدیم و نگرفتن پنالتی. بکنش عالی ماکسیما کولیتایا که دوباره تن به کورنر میده این دروازه با زبی سر عالی عارف غلامی رو از این تاق به نوعی در آورد. بکنش خوب بدین شکل صحنه هست رو با هم دیگه میبینیم. حمله تیم فوتبال استقلال، حالا ضربه دوم و گل، رضا وند دروازه شاهین رو باز کرد. در حالی که داشتین صحنه هست رو شما میدیدید سری پرتاب انجام شد، در ادامه هم آرش رضا وند دروازه تیم شاهین رو باز میکنه و میره به سمت تماشاگرشون و خوشحالیش رو با اونها تقسیم میکنه رضا وند. وریا غفوری برای ریگی، زاویه محکمی که میزنن تو به تیر و دست دروازه‌بان، خود خود رضاوند میاد تو به برگشتی رو تبدیل به گل میکنه. استقلال 1 شاهین شهرداری بوشهر 0. شاهین، صادق بارانی میاره به سمت چپ برای گادرانی، ارسال داخل محوطه جریمه استقلال، فضای مناسبی رو برای ارسال داره بازیکن تیم شاهین. یه ارسال پشت محوطه زمین سر خطرناک و شیرجی بلند حسین حسینی خطوبی که میره به بیرون. آرش رضاوند راست، وریا هست اونجا، قائدی هم تو میزنه، خود رضاوند پشت محوطه، پاس خوب برای وریا، تغییر مسیر روی پای چپ، خود وریا قفوری حالا ضربش رو میزنه اونجا و به بیرون هم میزنه. فضای مناسب داره سمت راست دانشگر، او رو دیده، یه حرکت پاس برای وریا داخل محوطه میره واسه گل دوم و ضربه‌ای که میزنه غفوری و ماکسیما کولیتایا به خوبی واکنش نشون میده. ضربه محکم وریا بدین شکل، بازیکن استقلال رضاوند میفرسته بلند روی دروازه، ضربه علی کریمی خطرناک این ضربه و قشنگ هم زده بود ضربش رو با پای راست، چکشی کوبید رو زمین توپ رو که گرفتنش سخت بشه. علی کریمی همه نگاه ها رو به سمت خودش کشونده، حالا برای تیم استقلال داره عالی بازی میکنه. طبیعه مهدی قائدی خطرناک و توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت، تکلیف به موقع از روز به چشمی، چه یه پدوپای خوبی هم زد اونجا روز به چشمی. حمله بازیکن استقلال 2 در مقابل 3 هستن، بازیکن ها برمیگردن، مهدی قائدی تغییر مسیر عالی، خیلی خوشگل میزنه، خیلی خوشگل میزنه با پای راستش، میشه 8 گله مهدی قائدی و خوشحالی هم نمیکنه به احترام بوشهری ها. 2 در مقابل 3 بودن، خودش نفوذ کرد، آورد روی پای راستش و اینطوری دروازه رو باز کرد مهدی قائدی. استقلال 2 شاهین 0، کارشون سخت بود و سخت‌تر شد بازیکن‌های تیم میهمان. اشاری برداشت بهروز نوروزی فرد رو به یک زاویه فنی دروازه تیم شاهین رو باز کرد. دوباره اشتباه بازیکن شاهین، تو گیری استقلالی ها، علی کریمی یه حرکت رو میندازه، میلیچ رو با پای چپ، پاس کوتاه زمینی علی کریمی و میرفتن واسه گل سوم که توپش تو چارچوب نبود. دانشگر حرکت میکنه، خود دانشگر زبش از راه دور پر قدرت میزنه و اینم گل سوم، اینم گل سوم. دانشگر دروازه تیم شاهین رو باز کرد، فکر کنم میره واسه همون خوشحالی معروف. بله، داریوش شجاعیان و دیگر رفقا که جای داریوش خالی است. چقدر خوب زد زبش رو محمد دانشگر. استقلال 3 شاهین شهرداری بوشهر 0. دقیقه 59 بازی میشه 3-0. حرکت بازیکن شاهین، ضربه‌ای که اونجا زمینی زده میشه و خطرناک میره واسه ضربه‌ای که اونجا بازیکن شاهین میتونه دروازه استقلال رو باز بکنه اما نتونستند. صحنه آیسته حمله تیم
شاهین شهرداری بوشهر رو هم دیدیم تو این صحنه و توپ از دست داد. آقای میشو هم دو دستی زد تو سرش به خاطر اینکه استقلال میره واسه ضد حمله. یه حرکت میلیش واسه یه قائدی، دوباره خود قائدی مثل گلی که زده بود این بار یه پاس میده واسه دیاباته، ضربه دیاباته، ضربه دیاباته و چه گلی میزنه استقلال. تشکر میکنه از مهدی قائدی. دیاباته میشه هفت گله با این گلی که به ثمر میرسونه. همه منتظر اون خوشحالی خاص دیاباته هستند. چقدر خوب کنترل کرد توپ رو و ضربه‌ش رو بدین شکل زد. واسه عالی مهدی قائدی. اشتباه غلام علی تبار روی زمانی که میخواست در نظر بگیره رو بپره و توپی که به دیاباته میرسه و دروازه رو باز میکنه. مدافعان تیم شاهین میزنن. باز هم دانشگر. پاس برای وریا غفوری، یه ارسال بلند برای دیاباته، ضربه آرش رضاوند و توپی که خوب روی پای سوار نشد و به بیرون رفت. باقری، رضاوند داخل محوطه جریمه، خود رضاوند پاس رو بیرون برای دیاباته، ضربه‌اش رو میزنه و توپ مدافع خود حالا تبریزی، ولی توپی که میزنه تبریزی هم تو چارچوب نیست و با اختلاف به بیرون رفته. ضربه‌اش رو خیلی خوب با پای راست بدین شکل زد و دروازه‌بان شاهین هم خوب کار کرد انصافاً. صادق بارانی ارسال داخل محوطه جریمه، واکنش خوبه حسین حسینی که تنبه کورنر داد. یه بار دیگه حرکت سفرزاده صاحب توپ، تغییر مسیر میده، پاس عالی داخل محوطه جریمه حسین مالکی و اینم گل اول. بالاخره یه گل رو میزنن بازیکن‌های شاهین و حسین مالکی هم تاثیر خودش رو گذاشت. ابوذر صفرزاده اومد برز روی دروازه، تکلیف بلنده. روز به چشمی رو به همراه داشت که با دخالت روز به چشمی دروازه استقلال باز شد. پاس بلند برای مرادی، خود زکریا مرادی، حرکت عالی داخل محوطه جریمه، میره خاص گل به خودی تیم شاهین در این صحنه. سفرزاده از راست خوب نفوذ کرده، پاس عالی بین مدافعان استقلال، دروازه اونجا خالی هست. اعتقادی به خطا نداره داور و میخواد کار دنبال بشه. آیه علی بای، زکریا مرادی، حرکت یه ارسال زبیه تبریزی خطرناک و حالا کورنر واسه استقلال. به تلاش میکنه تبریزی که بتونه هر جوری هست توی این بازی پرگل به گل برسونه خودش رو، به تک گلشون برسن. سوت آقای بای، بازی تموم شد. 4-1 سود استقلال. یه برد شیرین رو آبی ها در روزهای بحرانی خودشون به دست میارن.